برای این سبک از آبسره من از رنگ‌های صورتی، سفید، آبی اولترامارین، بنفش، آبی آسمانی، و آکواگرین استفاده کردم. یعنی از 6 تا رنگ استفاده کردم و اونها رو با آب مخلوط کردم به همون شیوهی که تو آبسره قبلی بهتون آموزش دادم. یعنی باید غلظت مخلوط رنگ و آبتون به اندازهی باشه که مثل آب رقیق نباشه و مثل چسب چوب هم خیلی غلیظ نباشه، بلکه باید بین آب و چسب چوب باشه و غلظت متعادلی داشته باشه. توی این آبسره میخوام بهتون آبسره تنه درختی رو نشون بدم و من روی 2 بوم اجرا میکنم تا 2 روش مختلف رو بهتون با استفاده از آبسره تنه درختی نشون بدم. برای این آبسره ما از روغن سیلیکون استفاده نمیکنیم. وقتی میبینیم رنگ‌هایی که درست کردیم بعد از اینکه آماده شد یه مقدار غلیظه یا یه مقدار غلظتش کم شده و رقیق شده، میتونیم با اضافه کردن رنگ یا آب غلظتش رو درست کنیم و بعد شروع به کار بکنیم. وقتی رنگ‌هاتون رو آماده کردید و می‌خواستید شروع به کار کنید، حتما غلظت رنگ‌هاتون رو چک کنید. من اینجا رنگ‌ها رو که آماده کردم، بعد از اینکه خواستم رنگ‌هام رو چک کنم، دیدم بعضی از رنگ‌هام غلظتش زیاده. با اضافه کردن یه مقدار آب بهشون غلظتشون رو درست کردم و شروع به کار کردم. بعد یه لیوان یه بار مصرف تمیز رو برمی‌داریم تا رنگ‌هامون رو به ترتیب داخل اون بریزیم و روی بوممون بریزیم. توی لیوان اول رنگ سفید رو یه مقدار می‌ریزیم. به نحوه ریختن رنگ‌ها خیلی دقت کنید. قشنگ از گوشه لیوان می‌ریزیم. بعد از سفید رنگ آبی ترکواز رو ریختم. بعد از همون گوشه کار رنگ بنفش رو ریختم داخل لیوان. بعد آبی آسمانی. بعد آبی اولترامارین. بعد رنگ صورتی. بعد یه مقدار رنگ سفید رو به این صورتی که می‌بینید روی کار می‌ریزم دوباره. چون میخوام بین لایه هام یه تغییر رو به وجود بیارم و فاصله بندازم. بعد رنگ بنفش رو ریختم. ترتیب رنگ ها میتونه کاملا دل بخواه باشه. فقط باید رنگاتون هارمونیاش با هم یکسان باشه. یعنی هارمونی رنگاتون به هم بخوره. من بعدش آبی ریختم، بعدش صورتی ریختم. شما میتونید هر کدوم از رنگها رو با هر ترتیبی که خودتون دوست دارید ازش استفاده کنید توی لیوانی که میخواید در آخر استفاده کنید.
وقتی لیوانتون پر شد میتونید از یه لیوان دیگه استفاده کنید یا میتونید از یه لیوان خیلی بزرگتر استفاده کنید که تو یه لیوان ترکیباتتون رو انجام بدید. برای لیوان بعدی هم اول رنگ سفید رو بریزید حتما. اگه از یه لیوان بزرگتر استفاده کنید چون در ابتدای کار هستید براتون راحت تره. توی روش تنه درخت حتما باید رنگاتون از گوشه لیوان تو لیوان جدید ریخته بشه. توی این روش دو تا نکته مهم داره، یکی رحوه ریختن رنگ‌ها تو لیوان جدید و بعدی نحوه ریختن رنگ‌ها روی بوم هستش که تو مرحله بعد نکته بعدی رو بهتون آموزش میدم. برای ریختن رنگ ها روی بوم اول رنگ سفید رو کامل به حالت رنگ روونی که به دست آورده بودیم روی بوم می‌ریزیم و با استفاده از حالا کاردک یا چوب بستنی یا هر وسیله دیگه کامل روی بومتون پخش می‌کنیم. کامل بومتون رو با این رنگ سفید بپوشونید. بعد رنگ سفید رو تو وسط کار به حالت دایره‌ای قرار بدید. به همین صورتی که توی فیلم دارید میبینید. برای ریختن رنگ‌هایی که توی لیوان ریخته بودیم، سر لیوانتون رو حالت پارچ در بیارید و برای ریختن رنگ‌ها حالت دورانی تکون بدید. ریختن رنگ ها روی بوم باید به حالت دورانی باشه، یعنی باید لیوانتون رو به حالت دورانی از بالا تکون بدید تا حالت تنه درخت رو توی کارتون به وجود بیارید. هرچی دایره هایی که میزنید ریزتر باشه تنه درختتون نزدیک به همتر میشه و هرچه دایره هایی که میزنید درشتر باشه، یعنی لیوانتون رو با دوران بیشتری تکون بدید، اون دایره هایی که توی کارتون مثل تنه درخت به وجود میاد بزرگتر میشه. سعی کنید لیوان رنگ هاتون رو مثل من پر پر نکنید، چون وقتی پر پر بکنید اولش رنگتون به حالت تنه درخت در نمیاد. دو سوم از لیوانتون رو با رنگ ها پر بکنید، بعد بومتون رو بلند کنید و تکون بدید و با حالت افقی ولی تکون دهنده رنگ ها رو روی کل بوم حرکت بدید که کل بومتون رو بگیره. برای اینکه رنگ ها از گوشه های کار خارج نشه، دستتون رو به حالت زاویه دار روی کنج های بوم قرار بدید و رنگ رو تکون بدید تا رنگ ها از کارتون خارج نشه و بتونید کل بومتون رو با رنگ ها پوشش بدید.
به این صورت این طرح رو روی کل بومتون حرکت میدید. اگه دوست داشته باشید کل بومتون با حالت دورانی قرار بگیره، توی طرح بعدی که با همین روش بهتون یاد میدم روی بوم جدید، بهتون یاد میدم چه شکلی رنگ‌ها رو روی کل بوم بریزید. و بدون تکون دادن بوم کل رنگ‌ها رو روی بومتون داشته باشید. یعنی تنه درخت رو روی کل بومتون بدون تکون دادن داشته باشید. من برای این کار از یه بوم 10x10 استفاده کردم تا یه شیوه جدید از تنه درخت رو روی بوم بهتون نشون بدم. اول رنگ سفید رو تو مرکز کارتون بریزید. بعد رنگتون رو با همون روش دورانی از وسط روی کارتون بریزید. حتما حالت دورانی روی کارتون رو داشته باشید تا بتونید تنه درخت رو روی کارتون ایجاد کنید. میتونید به جای حالت دورانی حالت رفت و برگشتی، یعنی بالا پایین یا چپ و راست به لیوانتون بدید موقع ریختن رنگ ها. من این رنگ ها رو انقدر میریزم تا از کناره های بومم خودش حرکت کنه و به پایین بره. در این صورت دیگه من نیاز ندارم که بومم رو تکون بدم. و همون حالت دورانی که توی کار هست و حالت گرد و تنه درختی که توی کارم میدم تا آخر همون باقی میمونه، بدون اینکه این رنگ ها رو تکون بدم. یعنی زمانی که میخواید رنگ ها روی کل بومتون قرار بگیره، باید حجم رنگ هایی که درست میکنید از کل بومتون بیشتر باشه تا دیگه نیاز به تکون دادن رنگ ها روی بومتون نداشته باشید. تنها تفاوت این تابلو با تابلوی قبلی، یعنی هر دو تکنیکشون تنه درختی بود، ولی تنها تفاوتشون اینه که حجم رنگی که تو این طرح استفاده کردم خیلی بیشتر بود. چون ابعاد بومم خیلی کوچیک‌تر بود ولی حجم رنگم اندازه همون بود. تقریبا من 1/3 اون بومو استفاده کردم ولی با همون مقدار رنگ. اگه دیدید گوشه‌های کارتون رنگ نمیره، یه مقدار خیلی کم تکون بدید تا به گوشه‌های کارتون برسه. میتونید اصلا تکون هم ندید و بذارید همون رنگ سفیدی که زیر کارتون هست باقی بمونه. من دوست داشتم این طرح روی کل بومم باشه، ولی شما میتونید از بوم دایره استفاده کنید که اصلا کارتون کنج نداشته باشه. حتی برای کارهای آبستره میتونید از MDF استفاده کنید. به جای استفاده از بوم میتونید برید تخته های MDF تهیه کنید. برای خوش شدن کارهای آبسترتون هم حتما زیر کارتون پایه باشه تا رنگ هاتون به سطح کارتون نچسبه و از کناره های کار رنگ های اضافه شوره کنه و با دست اون رنگ های شوره کرده رو بگیرید و بذارید روی سطح صاف خوش بشه. حتما باید سطحتون صاف باشه و شیبدار نباشه، چون رنگ ها به یک سمت حرکت میکنن.